از حدود ساعت 15 نامزدهای ریاست جمهوری 12 یکی یکی وارد سازمان صدا و سیما شدند. تمام اون چیزهایی که به ارتقاء سرمایه انسانی ما برمیگردد باید مطرح بشه. دیگه آمادیم که اومدیم. امروز آسیب‌های اجتماعی مردم رو رنج میده. فکر میکنم پرداختن به این موضوع اولویت داره. بحث مسائل اجتماعی خیلی مسائل سهل و ممتنعیه، چون ناشی و معلول مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسیه. مسائل اجتماعی هم یکی از ریشه ترین و مهمترین موضوعات امروز جامعه ماست. برای مناظره آماده هستید امروز؟ نه لابد همه آمادن که آمده. رئیس رسانه ملی هم پس از استقبال از 6 نامزد در حضور اعضای کمیسیون تبلیغات انتخابات جزئیات نحوه برگزاری مناظره را تشریح کرد و سپس هر یک از نامزدها قرعه صندلی خود را برداشتند. بر اساس قرعه است در واقع. با آغاز مناظره در ساعت 16:30 قرعه نخستین سوال به نام سید مصطفی آقا میرسلیم افتاد. سوال در خصوص راه‌های کاهش حاشیه نشینی بود. ما چاره‌ای رو که برای حاشیه نشینی در نظر گرفتیم بازگشت به سیاست‌های آمایش سرزمین، توزیع صحیح جمعیت، به ویژه به کارگیری صحیح منابع آب در کشور است، چون آب از کمبودهای اساسی است و به دلیل عدم استفاده صحیح از منابع آب بسیاری از روستاهای ما متأسفانه مواجه با حالت بیابانزایی شده اند و روستانشینان نتوانستند دوام بیاورند و به شهرها روی آوردند. اما دیدگاه 5 نامزد دیگر در قبال کاهش حاشیه نشینی. واقعا سرزمین ما ایران دچار بحران شدید زیست محیطی است و زیستگاه انسان در این مجموعه کاملا در حال از بین رفتن. اولویت اولی که برای کشور ما باید ما قائل بشویم توجه به زیستگاه ما، حفظ ایران هست. یک عامل مهم آن مسئله بیکاری است و عدم درآمد کافی. دولت هم در گذشته تدبیر کرده در حوزه یارانه ها به اینها کمک بشه و در 7 گذشته هم کمک شده، ولی اونا گلمندیشون این هست که در 7 گذشته با توجه به افزایش گرانی و تورمی که اتفاق افتاده ارزش اون 45,500 تومان امروز به کمتر از 15,000 تومان رسیده. خوشبختانه در دولت 11 با این پدیده با برخورد بسیار علمی و برخورد دقیق کارشناسی ما سازماندهی کردیم، یک شورای درست کردیم به معنای شورای بازآفرینی مناطق سکونتی مردم، هم از بافت‌های فرسوده، بافت‌های میانی و حاشیه نشینی. سخن در این است که الان ما با عزیزانمون که در حاشیه شهرها سکونت دارن چه بکنیم؟ اولین گام در مورد اینها مسئله نوسازی، اولا بهسازی، ثانیاً نسبت به مسکن و خانه اونهاست که حتما باید صورت بگیره. جمع‌بندی نهایی با آقای میرسلیم بود. اسکان اولیه‌ای که در آنجا وسائل اولیه برای زیست سالم و مناسب فراهم شود، هم این که ترغیب و تشویق مهاجرت و تشدید مهاجرت به سمت شهرها انجام نگیرد. اینها مسکن‌های ارزانی هستند که باید به شکل مهندسی آماده بشود، مسکن‌های ارزان مناسب برای کسانی که فعلا در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. دومین سوال از سید ابراهیم رئیسی پرسیده شد. چه برنامه‌ای برای رشد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در شرایط امروز ایران پیشنهاد می‌کنید؟ ما از حقوق بگیرانی که امروز درآمد اونها زیر 3,000,000 تومان هست، باید نسبت به اخذ مالیات از اونها حتما تجدید نظر بشه. ضمن اینکه از افرادی که فرار مالیاتی دارند به عنوان این که ازشون تعبیر میشه یقی سفیدان یا تعبیرهای مختلفی، واقعا زیبنده نیست که ما امروز از تمام کارکنان از همه درآمدها مالیات داشته باشیم.
اما افرادی قانون رو دور بزنن و فرار مالیاتی داشته باشن. سپس نوبت به 5 نامزد دیگر رسید تا درباره موضوع سوال صحبت کنند. چگونگی تغییر روند تبعیض رو شما در جامعه تبیین می‌فرمایید و چه نسبتی بین تبعیض‌هایی که در جامعه وجود دارد و عدالت اجتماعی برقرار است و چه کار می‌شود کرد که ما بتوانیم با چاره‌جویی تبعیض بر استقرار عدالت اجتماعی بیفزاییم؟ اما اگر به این مسائلی که فرمودند و همش هم درست هست توجه کنیم، معنیش بزرگتر بزرگتر و بزرگتر شدن دولت میشه، معنیش به نوعی هرچی بیشتر فروش ارز میشه، معنیش به نوعی واردات هرچی بیشتر برای تبدیل ارز به ریال و تأمین دولت میشه. دولت 11 توجه ویژه‌ای کرده به منطقه شرق کشور. برای اولین بار ما گاز رو رسوندیم به زاهدان، راهن شروع شده از بندر چابهار. بندر چابهار توسعه زیادی پیدا خواهد کرد و همچنین اخشاری که مستضعف هستند و در فشار زندگی هستند باید به اونها رسیدگی بیشتر بشه. ما در روزی که کار رو در شهر تهران شروع کردیم، اولین نکته‌ای که بهش اشاره کردیم این که فاصله شمال جنوب رو کم کنیم، به خاطر اینکه از اهداف انقلاب اسلامی است که خب امروز در سطح شهر مشخصه، چه در حوزه کالبدی و چه در حوزه انسانی توجه به حالا محرومین در بخش‌های مختلف بافت‌های فرسوده که خب این اتفاق افتاد. برخی از افراد به ثروت‌های بادآورده دسترسی پیدا کردن. کسی که موفق میشه در اثر تماس با برخی از مسئولین به سرمایه‌های بزرگ دسترسی پیدا میکنه، این سبب این میشه که در جامعه بی‌عدالتی توسعه پیدا بکنه. اینکه یک فرد موفق میشه بیش از 3.8 میلیارد دلار از اموال ملت ایران به جیب بزنه، هر کس این خبر میشنوه میداند که جامعه به سمت بی‌عدالتی رفته، عده‌ای با فساد، عده‌ای با زد و بند و ثروت‌های بادآورده رسیدن و متاسفانه عده‌ای به حداقل‌های زندگی نیاز دارند. آقای رئیسی هم جمع‌بندی خود را ارائه کرد. چرا کارگاه‌های ما همه اعلام می‌کنن که ما مشکل کمبود نقدینگی داریم؟ اینا دفته دست همون چند نفری که اشاره کردن به درستی آقای جهانگیری. اون چند نفر ما سخنمونه که چرا عده کمی بتوانند از مواهب و از امکانات و تسهیلات بسیاری بهره‌مند بشن. امروز برای تسهیلات ازدواج دختر و پسر ما با مشکل مواجهه و تو نوبته و افرادی میرن راحت وام میگیرن. ما سخنمون در اینه. اون چه که الان اتفاق افتاده عبارت از آن است که ما یک فاصله طبقاتی بیشتری را شاهدش هستیم. سومین سوال از آقای هاشمی تبا پرسیده شد. چگونگی حل مشکل مسکن و وام ازدواج جوانان؟ به نظرم اگر مسئله بیکاری حل بشه و زوجها، تحصیل کرده های ما یا همه افرادی که به کار اشتغال دارند مبادرت به کار کنند و مسئله اشتغال در کشور ما حل بشه، به نظر من مسئله مسکن قابل حل و فصل است. اما پاسخهای 5 نامزد دیگر به این موضوع: ما باید به مردم کمک کنیم تا خود مردم محل مسکونی خودشون رو انتخاب بکنن، اونها رو یاری بکنیم برای ساختن مسکنی که مورد نظر اونهاست یا برای خرید مسکن مورد نظر. در این دولت تلاش شده ما وام لازم در اختیار خانه اولی ها بگذاریم. الان 80 میلیون وام زوجین میتونن خانه اولی ها بگیرن. همین بافت فرسوده که اشاره شد، برنامه بوده که هر سالی 10% بافت فرسوده رو دولت احیا کنه. خب به هر حال نتونست این رو تکمیل بکنه و در طول یک دهه این کار انجام میشه. الان بیش از 5 سال 6 سال از این داره میگذره. الان پیشرفت در بقیه در آماری که داده حدود 7-8%. البته در بافت فرسوده شهر تهران که مسئولیتش با شهرداری هست، در شهر تهران بنا به گزارش وزارت مسکن ما 34%. البته خب تو این بخش دولت آن کمکی که باید به ما میشد واقعا نشد، ولی ما به حال وظیفه بود این کار انجام دادیم. مسکن اجتماعی
برای گروه‌های کم درآمد که نیاز به حمایت‌های مثل کمیته امداد و بهزیستی و معلولین و زن‌های سرپرست خانوار که 100,000 واحد باید ایجاد بکنیم. منابع مورد نیاز این منابع بانکی تأمین میکنه، دولت در یارانه سودش کمک میکنه. با کمتر از ایجاد 1,000,000 مسکن در هر سال در کشور همچنان عقبیم اگر که بخواد این کار نشه. در یک بعد هم نیست ها، هم در بعد مستمندانه، هم بافت فرسوده، هم تسهیلات برای کسی که فاقد مسکن هستن و میتونن مشکل رو دنبال کنن. چرا اشاره به موضوع قیمت زمین نمیفرمایید؟ آیا برای رسیدن مرکز مسکن ارزان ما باید قائل باشیم به زمین گران یا باید دولت زمین را به شکل رایگان برای این کار منظور بکند؟ جمع‌بندی آقای هاشمی تبا در قبال این سوال. توانمند شدن انسان‌ها با اعانه دادن امکان پذیر نیست. اعانه‌ها باید از یک جای بیاد، محدود هست. توانمند شدن انسان‌ها با کار، با ارزش افزوده و قدرتمند کردن آنهاست. نفر چهارم آقای روحانی بود که در جایگاه قرار گرفت. اشتغال شرایطش، یعنی شرایط کسب و کار در جامعه ما بهبود یافته. اساس اشتغال شرایط کسب و کاره. شرایط کسب و کار ما از رتبه 152 رسیده به رتبه 120. اما پاسخهای 5 نامزد دیگر به این موضوع. مردم عزیزمون قول دادید که 4,000,000 شغل رو ایجاد کنید در همون ابتدای مذاکرات. حالا من صحبت رو عرض میکنم. ببخشید آقای قالیباف، ببینید یه سایت گمنامی یه حرفی میزنه، بعد یه سایت معروفی نقل میکنه، بعد یه روزنامه نقل میکنه. جناب عالی میخوای از اون روزنامه نقل کنی؟ من هیچ وقت در هیچ دوره‌ای به مردم قول 4,000,000 شغل ندادم، این دروغ محضه. حالا ما به هر حال حتما از آدرس سایت خودتون میگیم. شما اجازه بدید، شما که از آزادی گفتید، حداقل اجازه بدید من نظرم خدمت شما بدم. درست نیست، حالا میخواید ادامه بدید تحمل داشته باشین. یک دو دقیقه اتفاقی نمیفته، تحمل بکنید، جزء وقت من محسوب نشه. بله بله بفرمایید. به هر حال حتما امید مهمه، حتما نشاط مهمه، حتما حقوق شهروندی مهمه، حتما شبکه‌های اینترنت مهمه. اینها لازمه زندگی امروزه. ولی واقعا امروز در واقع افسردگی در جامعه ما چقدر شده بنا به آمار خود دولت. من فکر میکنم حالا آقای دکتر روحانی رئیس ما هستن، البته ما اینجا رقیب هستیم، عذر میخواییم دیگه. اهلا و سهلا. یکی رقابت نه؟ بله دیگه، اگر نبود که یکی از کار امروز پدیده‌های فاز دنیا اسمان. حالا شما اینقدر تحمل داشته باشین یک کسی بتونه بیاد رقیبتون بشه. یکی رو که قبول داریم، دو تا هم تحمل داشته باشین، دو تا هم تحمل داشته. ما مدت تحمل داریم. این کشور بهترین زمینه برای گردشگری وجود داره. چه کسانی به سفارت عربستان حمله کردن؟ چه کسانی باعث شدن 700,000 شیعه‌ای که می اومد زندگی مردم مشهد میچرخید، زندگی مردم میچرخید، کار ایجاد میشد، اینه به همیش زدن؟ دولت این کار کرد؟ بله آقای قالیباف، ما نمیتوانیم به سفارت حمله بکنیم. 1,000,000 ازدواج، 1,000,000 مسکن و 1,000,000 شغل انشالله در کنار هم بتونه جزء برنامه کار قرار بگیره. شما فرمودین نشاط، اگر دختر و پسری بخوان نشاطشون رو داشته باشن باید حتما بدونن ازدواجشون راحت میتونه صورت بگیره. چگونه شما فکر میکنید که ما میتوانیم بهبود ببخشیم به ازدواج جوانان با منظور کردن موضوع خانواده در طرح‌های کشور؟ چون خانواده برای ما اصالت دارد. اصلا ازدواج میخوایم برای اینکه خانواده شکل بگیره. من به نظرم میاد سبک زندگی ما، مسائل فرهنگی که در کشور ماست، آنچه که امروز برای یک زندگی لازم دیده میشه، اونچه که دست و پای جوانان رو بسته به جای اینکه با هم زندگی کنن، میخوان با هم معامله کنن، خانواده هاشون میخوان با هم معامله کنن، شرایطی سختی رو برای هم قرار میدن، باید مورد توجه قرار بدیم. پاسخ به اصالت 5 نامزد درباره ازدواج جوانان و جمع‌بندی آقای روحانی. باید حساب بکنیم اینکه ما میگیم به 1,000,000 نفر شغل میدیم،
خب اشکال نداره به 10 میلیون بدیم، چرا 1 میلیون بدیم؟ باید محاسبه کنیم ما پولش از کجا میاریم، امکاناتش از کجا میاریم، قولی میخوایم از هم انجام بدیم یا نسبتی میخوایم به هم بدیم، این نسبت ها صحیح باشه، درست باشه و نادرست نباشه. من علت این که خواستم آقای قالیباف رو همون کلامش ادامه نده، خواستم گناهش اضافه نشه، ولی که خب تا 100 دقیقه دیگر هم ادامه بده، چون دروغ بود بخواستم بگم که این حرف ادامه نده. خب همونطور که میدونید این مناظره تقریبا از ساعت 4 و نیم عصر امروز شروع شد و حدودا تا ساعت 20 شب هم ادامه داشت و این بخش از گزارش که مشاهده کردید بخش اول گزارش ما بود و بخش دومش رو همکاران دارن تهیه میکنن که انشالله در ادامه خبرها تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما خب نگاهی داشته باشیم ادامه خبرهای کوتاهمون. هشدار فرمانده نیروی انتظامی به تروریست ها در پی شهادت 9 مرزبان در مرز میرجابه به دست گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل. فرمانده نیروی انتظامی که برای مراسم تشییع شهدا به مشهد رفته بود تاکید کرد انتقام خون شهدای مرزبان رو خواهیم گرفت. در این زمینه باید دولت پاکستان پاسخگوی این جنایت باشه و حتما برخورد لازم را با این گروه های تروریستی که داخل کشور خودش هستن داشته باشه و از طرفی هم بنده این را اعلام میکنم که حتما بدون پاسخ نخواهد ماند این حرکت و پاسخ مناسب را نیروی انتظامی و نیروهای مسلح به اشرار و گروه‌های تروریستی خواهند داد. خب بخش دوم گزارش معروف مناظره امروز نامزدها آماده شده که تقدیم حضورتون میکنیم. قرعه پنجم هم به نام اسحاق جهانگیری افتاد. سوال: برنامه شما برای کاهش بوروکراسی اداری و افزایش کارآمدی نظام اداری چیست؟ کارهایی که باید برای رضایت ارباب رجوع انجام بگیره این هست که باید شفافیت خیلی جدی وجود داشته باشه. بعد از دولت الکترونیک نظارت جدی هست که باید بر کل فرآیندهایی که در دستگاه‌ها وجود داره نظارت بشه. اما پاسخ‌های پنج نامزد دیگر به این موضوع: اگر این نوع ارتباطات سازمانی و اداری رو مردم در جریان قرار بگیرن، اصحاب رسانه در اختیار قرار بگیرن، این در سالم سازی و تضمین سلامت نظام اداری بسیار مهمه. چرا باید کارمندان و مدیران از دولت بتوانند به امکانات نجوبی دست یابند و اعتماد عمومی را نسبت به دولت کاهش دهند و بعد برای آنها توجیه قانونی هم درست بشود؟ ببینید واقعیت این است که در مجموعه دستگاه‌های دولتی هم خدمتگزاری هست هم واقعا سرگردانی مراجعین. با سیستم های الکترونیک هم واقعا مسئله حل نمیشه. باید مردم اعتماد کنن به طور کامل به دولت، دولت کاملا اعتماد داشته باشه به مردم. و یکی از کارهایی که برخی از رسانه ها متاسفانه انجام میدن روزانه مسئله تضعیف سرمایه اجتماعی در کشوره. دولت محترم حدود 2 ماه قبل ابلاغ کرد که واگذاری کار به مردم را حق نداریم بکنیم. چه مردمی کردنیه؟ خیلی متشکرم. شما واقعا این رو دقت کنید که واقعا با صداقت ما معتقدیم اشکال اساسی دولت شما اینه که مجموعه برنامه‌هاتون و اقداماتتون یا همیشه میگید نمیشه، سرمایه نمیاد، اون کار نمیشه و بعد هم واقعا دفاع میکنید از کسانی که جز او 4% هستند. همین وامی که شما میگید مردم قضاوت کنن. سپس نوبت به جنبندی آقای جهانگیری رسید. البته این نامزد ریاست جمهوری هم گریزی به حاشیه ها زد. ما باید بدونیم که با مسائل اجتماعی، با فرهنگ مردم باید برخوردامون برخوردهای علمی باشه. در ارتباط با مطالبی اینجا گفته شد، اولا اینکه حالا آقای قالیباف فرمودن که چرا کاندیدا شدین، این اصلا من نمیدونم شما این حق از کجا بره، خودتون قائلین که راجع به بنده ای که سابقه کاریم حتما از شما بیشتر و مهمتره. من حتما به صورت طبیعی وقتی که از دهستان شروع کردم، شهرستان بودم، استان بودم، استاندار بودم، وزیر بودم،
معاون اول هستم، طبیعی است که باید کاندید ریاست جمهوری اگه بخوام دنبال مسئولیت جدیدی باشم، فکر میکنم باید خودم در معرض نظر مردم قرار بدم. چرا شما اینقدر براشفتین؟ شما به دوستانتون در جریان شما، حالا ما از اینجا ناراحتیم که یک کسی که خانواده شهید است، مدیر است، دست حالا منم سیاسی لحظه نگفتم خانواده شهید هستم یا نیستم، حالا اون من انشالله به جای خودش اگه لازم شد میگم که من چقدر ارزشی هستم، دیگرانی که ادعای ارزشی دارن چه کارهای ارزشی کردن. محمد باقر قالیباف ششمین نامزدی بود که پشت تریبون اصلی برای پاسخ به سوالی درباره راهکار حل چالش‌های زیست محیطی قرار گرفت. حالا میایم از حقوق شهروندی حرف میزنیم، میگیم حقوقشون رو بدیم. بابا اولین حق مردم هواست، ما هوا رو ازش گرفتیم با بی تدبیری، بعد میگیم عذرخواهی میکنیم. شما نگاه کنید در همین آلودگی هوا در کلان شهرها، در همین تهران، ما گفتیم این موضوع قابل حله، در ابتدای دولت گفتیم، طرح دادیم، آقای جهانگیری جلسه گذاشتن، من خدمتشون رفتم، آمدن طرح ما رو قبول کردن، ولی گفتن خودمون اجرا میکنیم. آقای جهانگیری بگن چیکار کردن؟ اجرا کردن. اما پاسخهای پنج نامزد دیگر به این موضوع، کارهای مهمی انجام گرفته تو این 4 سال. آقای قالیباف 12 سال شهردار تهرانه، بگه همین زباله جلو خونهای مردم جمع میکنه، چجور نتونسته بعد از 12 سال تفکیک بکنه که مردم این زباله‌شون جدا جدا معلوم بشه، هر بخشش در جای خودش؟ کدوم شهر توی اشل تهران تا حالا زباله اینجوری جمع میکنن؟ ایشون فقط شهردار سازه است. من روزی که رفتم در آستان قدس، یه روزی دیدم که شرکتی است که 10% سهام آستان قدس درش هست، در جنگل‌های شمال داره فعالیت میکنه. خودم به ریاست محترم سازمان محیط زیست گفتم آقا شما از امروز که من آمدم تو آستان قدس، تمام فعالیت این شرکت رو به خاطر اینکه بخواد بره در حوزه جنگل کار بکنه قطع کنید. چرا بیابانزایی رو به افزایش رفته است و چگونه میشود این مشکل را حل کرد؟ از نظر زمانی کار کوتاه مدت است یا کار بلند مدت؟ اولین و مهمترین کار در کشور مسئله احیای محیط زیست، حفظ ایران همراه با اصلاح مسئله کشاورزی است که هر دو به هم دیگه امروز کاملا پیوند داره. در تهران کی هوا را از مردم گرفته؟ ایشون مرتب میخواد جامعه فقیر و غنی درست کنه، 4%، 96%. خب این برج‌های بزرگ رو شما مجوزش رو به اون 4% میدید. حالا من که معتقد به این 4% 96% نیستم، اما شما که مرتب این شعار رو میدید 4%، شما این برج‌های بلند به کی مجوز دادی؟ آقای قالیباف و جمع‌بندی نهایی در مرحله نخست مناظره پیش از جمع‌بندی. ما در این دوره بیش از 20,000 هکتار جنگلکاری در اطراف تهران کردیم و امروز رسیدیم به 39,000 هکتار. با 11,000 هکتار دیگه کل تهران کمربندیش اجرا میشه. اگر بحث بلند مرتبه سازی رو شما میگین، این قانون دولت 4% است. وزارت راه و شهرسازی شما و وزارت راه شما شورای عالی شهرسازی تصویب بکنه، میشه حق مردم میان از شهرداری مطالبه میکنن. ما کار اداریش انجام میدیم. نخستین مناظره نامزد از حدود ساعت 15 نامزدهای ریاست جمهوری 12 یکی یکی وارد سازمان صدا و سیما شدند. تمام اون چیزهایی که به ارتقاء سرمایه انسانی ما برمیگردد باید مطرح بشه. دیگه آمادیم که اومدیم. امروز آسیب‌های اجتماعی مردم رو رنج میده. فکر میکنم پرداختن به این موضوع اولویت داره. بحث مسائل اجتماعی خیلی مسائل سهل و ممتنعیه، چون ناشی و معلول مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسیه. مسائل اجتماعی هم یکی از ریشه ترین و مهمترین موضوعات امروز جامعه ماست. برای مناظره آماده هستید امروز یا نه؟ لابد همه آمادن که آمده. رئیس رسانه ملی هم پس از استقبال از 6 نامزد در حضور اعضای کمیسیون تبلیغات انتخابات جزئیات نحوه برگزاری مناظره را تشریح کرد و سپس هر یک از نامزدها قرعه صندلی خود را برداشتند. بر اساس قرعه است در واقع.
با آغاز مناظره در ساعت 16:30 دقیقه قرعه نخستین سوال به نام سید مصطفی آقا میرسلیم افتاد. سوال در خصوص راه‌های کاهش حاشیه نشینی بود. ما چاره‌ای رو که برای حاشیه نشینی در نظر گرفتیم بازگشت به سیاست‌های آمایش سرزمین، توزیع صحیح جمعیت، به ویژه به کارگیری صحیح منابع آب در کشور است، چون آب از کمبودهای اساسی است و به دلیل عدم استفاده صحیح از منابع آب بسیاری از روستاهای ما متاسفانه مواجه با حالت بیابانزایی شده اند و روستانشینان نتوانستند دوام بیاورند و به شهرها روی آورده اند. اما دیدگاه 5 نامزد دیگر در قبال کاهش حاشیه نشینی. واقعا سرزمین ما ایران دچار بحران شدید زیست محیطی هست و زیستگاه انسان در این مجموعه کاملا در حال از بین رفتن. اولویت اولی که برای کشور ما باید ما قائل بشویم توجه به زیستگاه ما، حفظ ایران هست. یک عامل مهم آن مسئله بیکاری است و عدم درآمد کافی. دولت هم در گذشته تدبیر کرده در حوزه یارانه ها به اینها کمک بشه و در 7 سال گذشته هم کمک شده، ولی اونا گلمندیشون این هست که در 7 سال گذشته با توجه به افزایش گرانی و تورمی که اتفاق افتاده ارزش اون 45500 تومان امروز به کمتر از 15000 تومان رسیده. خوشبختانه در دولت 11 با این پدیده با برخورد بسیار علمی و برخورد دقیق کارشناسی ما سازماندهی کردیم، یک شورای درست کردیم به معنای شورای بازآفرینی مناطق سکونتی مردم، هم از بافت‌های فرسوده، بافت‌های میانی و حاشیه نشینی. سخن در این است که الان ما با عزیزانمون که در حاشیه شهرها سکونت دارن چه بکنیم؟ اولین گام در مورد اینها مسئله نوسازی، اولا بهسازی، ثانیا نسبت به مسکن و خانه اونهاست که حتما باید صورت بگیره. جمع‌بندی نهایی با آقای میرسلیم بود. اسکان اولیه‌ای که در آنجا وسائل اولیه برای زیست سالم و مناسب فراهم شود، هم این که ترغیب و تشویق مهاجرت و تشدید مهاجرت به سمت شهرها انجام نگیرد. اینها مسکن‌های ارزانی هستند که باید به شکل مهندسی آماده بشود، مسکن‌های ارزان مناسب برای کسانی که فعلا در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. دومی سوال از سید ابراهیم رئیسی پرسیده شد. چه برنامه‌ای برای رشد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در شرایط امروز ایران پیشنهاد می‌کنید؟ ما از حقوق بگیرانی که امروز درآمد اونها زیر 3 میلیون تومان هست، باید نسبت به اخذ مالیات از اونها حتما تجدید نظر بشه. ضمن اینکه از افرادی که فرار مالیاتی دارند به عنوان اینکه ازشون تعبیر میشه یقی سفیدان یا تعبیرهای مختلفی، واقعا زیبنده نیست که ما امروز از تمام کارکنان از همه درآمدها مالیات داشته باشیم، اما افرادی قانون رو دور بزنن و فرار مالیاتی داشته باشن. سپس نوبت به 5 نامزد دیگر رسید تا درباره موضوع سوال صحبت کنند. چگونگی تغییر روند تبعیض رو شما در جامعه تبیین می‌فرمایید و چه نسبتی بین تبعیض‌هایی که در جامعه وجود دارد و عدالت اجتماعی برقرار است و چه کار می‌شود کرد که ما بتوانیم با چاره‌جویی تبعیض بر استقرار عدالت اجتماعی بیفزاییم؟ اما اگر به این مسائلی که فرمودند و همش هم درست هست توجه کنیم، معنیش بزرگتر بزرگتر و بزرگتر شدن دولت میشه. معنیش به نوعی هرچی بیشتر فروش ارز میشه. معنیش به نوعی واردات هرچی بیشتر برای تبدیل ارز به ریال و تأمین دولت میشه. دولت 11 توجه ویژه‌ای کرده به منطقه شرق کشور
برای اولین بار ما گاز رو رسوندیم به زاهدان، راهن شروع شده از بندر چابهار. بندر چابهار توسعه زیادی پیدا خواهد کرد و همچنین اخشاری که مستضعف هستند و در فشار زندگی هستند باید به اونها رسیدگی بیشتر بشه. ما در روزی که کار رو در شهر تهران شروع کردیم، اولین نکته‌ای که بهش اشاره کردیم این که فاصله شمال جنوب رو کم کنیم، به خاطر اینکه از اهداف انقلاب اسلامی است که خب امروز در سطح شهر مشخصه، چه در حوزه کالبدی و چه در حوزه انسانی توجه به حالا محرومین در بخش‌های مختلف، بافت‌های فرسوده، که خب این اتفاق افتاد. برخی از افراد به ثروت‌های بادآورده دسترسی پیدا کردند. کسی که موفق میشه در اثر تماس با برخی از مسئولین به سرمایه‌های بزرگ دسترسی پیدا میکنه، این سبب این میشه که در جامعه بی‌عدالتی توسعه پیدا بکنه. اینکه یک فرد موفق میشه بیش از 3.8 میلیارد دلار از اموال ملت ایران به جیب بزنه، هر کس این خبر میشنوه میداند که جامعه به سمت بی‌عدالتی رفته، عده‌ای با فساد، عده‌ای با زد و بند به ثروت‌های بادآورده رسیدن، به متاسفانه عده‌ای به حداقل‌های زندگی نیاز دارن. آقای رئیسی هم جمع‌بندی خود را ارائه کرد. چرا کارگاه‌های ما همه اعلام می‌کنن که ما مشکل کمبود نقدینگی داریم؟ اینا رفته دست همون چند نفری که اشاره کردن به درستی آقای جهانگیری. اون چند نفر، ما سخنمون اینه که چرا عده کمی بتوانند از مواهب و از امکانات و تسهیلات بسیاری بهره‌مند بشن. امروز برای تسهیلات ازدواج دختر و پسر ما با مشکل مواجهه و تو نوبته و افرادی میرن راحت وام میگیرن. ما سخنمون در اینه. اون چه که الان اتفاق افتاده عبارت از آن است که ما یک فاصله طبقاتی بیشتری را شاهدش هستیم. سومین سوال از آقای هاشمی طبا پرسیده شد. چگونگی حل مشکل مسکن و وام ازدواج جوانان؟ به نظرم اگر مسئله بیکاری حل بشه و زوجها، تحصیل کرده های ما یا همه افرادی که به کار اشتغال دارند مبادرت به کار کنند و مسئله اشتغال در کشور ما حل بشه، به نظر من مسئله مسکن قابل حل و فصل است. اما پاسخهای پنج نامزد دیگر به این موضوع: ما باید به مردم کمک کنیم تا خود مردم محل مسکونی خودشون رو انتخاب بکنن، اونها رو یاری بکنیم برای ساختن مسکنی که مورد نظر اونهاست یا برای خرید مسکن مورد نظر. در این دولت تلاش شده ما وام لازم در اختیار خانه اولی ها بگذاریم. الان 80 میلیون وام زوجین میتونن خانه اولی ها بگیرن. همین بافت فرسوده که اشاره شد، برنامه بوده که هر سالی 10% بافت فرسوده رو دولت احیا کنه. خب به هر حال نتونست این رو تکمیل بکنه و در طول یک دهه این کار انجام میشه. الان بیش از 5 سال 6 سال از این داره میگذره. الان پیشرفت در بقیه در آماری که داده حدود 7-8%. البته در بافت فرسوده شهر تهران که مسئولیتش با شهرداری هست، در شهر تهران بنا به گزارش وزارت مسکن ما 34%. البته خب تو این بخش دولت آن کمکی که باید به ما میشد واقعا نشد، ولی ما به حال وظیفه بود این کار رو انجام دادیم. مسکن اجتماعی برای گروه های کم درآمد که نیاز به حمایت های مثل کمیته امداد و بهزیستی و معلولین و زنهای سرپرست خانوار که 100,000 واحد باید ایجاد بکنیم. منابع مورد نیاز این منابع بانکی تأمین میکنه، دولت در یارانه سودش کمک میکنه. با کمتر از ایجاد 1,000,000 مسکن در هر سال در کشور همچنان عقبیم اگر که بخواد این کار نشه. در یک بعد هم نیست ها، هم در بعد مستمندانه، هم بافت فرسوده، هم تسهیلات برای کسی که فاقد مسکن هستن و میتونن مشکل رو دنبال کنن. چرا اشاره به موضوع قیمت زمین نمیفرمایید؟ آیا برای رسیدن مرکز مسکن ارزان ما باید قائل باشیم به زمین گران یا باید دولت زمین را به شکل رایگان برای این کار منظور بکند؟ جمع‌بندی آقای هاشمی طبا در قبال این سوال: توانمند شدن انسان‌ها با اعانه دادن امکان پذیر نیست. اعانه ها باید از یک جایی بیاد، محدود هست. توانمند شدن انسان‌ها با کار
با ارزش افزوده و قدرتمند کردن آنهاست. نفر چهارم آقای روحانی بود که در جایگاه قرار گرفت. اشتغال شرایطش یعنی شرایط کسب و کار در جامعه ما بهبود یافته. اساس اشتغال شرایط کسب و کاره. شرایط کسب و کار ما از رتبه 152 رسیده به رتبه 120. اما پاسخهای پنج نامزد دیگر به این موضوع. مردم عزیزمون قول دادید که 4 میلیون شغل رو ایجاد کنید. در همون ابتدای مذاکرات. حالا من صحبت رو عرض میکنم. ببخشید آقای قالیباف. ببینید یه سایت گمنامی یه حرفی میزنه، بعد یه سایت معروفی نقل میکنه، بعد یه روزنامه نقل میکنه. جناب عالی میخوای از اون روزنامه نقل کنی؟ من هیچ وقت در هیچ دوره‌ای به مردم قول 4 میلیون شغل ندادم، این دروغ محضه. حالا ما به هر حال حتما از آدرس سایت خودتون میگیم. شما اجازه بدید، شما که از آزادی گفتید، حداقل اجازه بدید من نظرم خدمت شما بدم. درست نیست، حالا میخواید ادامه بدید؟ تحمل داشته باشین، یک دو دقیقه اتفاقی نمیفته، تحمل بکنید، جزء وقت من محسوب نشه. بله بله بفهمید. به هر حال حتما امید مهمه، حتما نشاط مهمه، حتما حقوق شهروندی مهمه، حتما شبکه‌های اینترنت مهمه. اینها لازمه زندگی امروزه. ولی واقعا امروز در واقع افسردگی در جامعه ما چقدر شده بنا به آمار خود دولت. من فکر میکنم حالا آقای دکتر روحانی رئیس ما هستن، البته ما اینجا رقیب هستیم، عذر میخواییم دیگه. اهلا و سهلا. جدی رقابت نه؟ بله دیگه، اگر نبود که یکی از کار امروز پدیده‌های تازه دنیا اسمان. حالا شما اینقدر تحمل داشته باشین یک کسی بتونه بیاد رقیبتون بشه. یکی رو که قبول داریم، دو تا هم تحمل داشته باشین، دو تا هم تحمل داشته. ما مدت تحمل داریم. این کشور بهترین زمینه برای گردشگری وجود داره. چه کسانی به سفارت عربستان حمله کردن؟ چه کسانی باعث شدن 700 هزار شیعه‌ای که می اومد زندگی مردم مشهد میچرخید، زندگی مردم میچرخید، کار ایجاد میشد، اینه به همیش زدن؟ دولت این کار کرد؟ بله آقای قالیباف، ما نمیتوانیم به سفارت حمله بکنیم. 1 میلیون ازدواج، 1 میلیون مسکن و 1 میلیون شغل انشالله در کنار هم بتونه جزء برنامه کار قرار بگیره. شما فرمودین نشاط، اگر دختر و پسری بخوان نشاطشون رو داشته باشن باید حتما بتونن ازدواجشون راحت میتونه صورت بگیره. خیلی متشکرم. چگونه شما فکر میکنید که ما میتوانیم بهبود ببخشیم به ازدواج جوانان با منظور کردن موضوع خانواده در طرحهای کشور؟ چون خانواده برای ما اصالت دارد. اصلا ازدواجی میخوایم برای اینکه خانواده شکل بگیره. من به نظرم میاد سبک زندگی ما، مسائل فرهنگی که در کشور ماست، آنچه که امروز برای یک زندگی لازم دیده میشه، اونچه که دست و پای جوانان رو بسته به جای اینکه با هم زندگی کنن، میخوان با هم معامله کنن، خانواده هاشون میخوان با هم معامله کنن، شرایطی سختی رو برای هم قرار میدن، باید مورد توجه قرار بدیم. پاسخ به اظهارات 5 نامزد درباره ازدواج جوانان و جمع‌بندی آقای روحانی. باید حساب بکنیم این که ما میگیم به 1 میلیون نفر شغل میدیم، خب اشکال نداره به 10 میلیون بدیم، چرا 1 میلیون بدیم؟ باید محاسبه کنیم ما پولش از کجا میاریم، امکاناتش از کجا میاریم، قولی میخواییم از هم انجام بدیم یا نسبتی میخواییم به هم بدیم، این نسبتها صحیح باشه، درست باشه و نادرست نباشه. من علت این که خواستم آقای قالیباف رو همون کلامش ادامه نده، خواستم گناهش اضافه نشه، ولی که خب 100 دقیقه دیگر هم ادامه بده، چون دروغ بود بخواستم بگم که این حرف ادامه نده. خب همطور که میدونید این مناظره تقریبا از ساعت 4:30 عصر امروز شروع شد و حدودا تا ساعت 20 شب هم ادامه داشت و این بخش از گزارش که مشاهده کردید بخش اول گزارش ما بود و بخش دومش رو همکاران دارن تهیه میکنن که انشالله در ادامه خبرها تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما خب نگاهی داشته باشیم ادامه خبرهای کوتاهمون. هشدار فرمانده نیروی انتظامی به تروریست ها در پی شهادت 9 مرزبان در مرز میرجابه به دست گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل. فرمانده نیروی انتظامی که برای مراسم تشییع شهدا به مشهد رفته بود تاکید کرد انتقام خون شهدای مرزبان رو خواهیم گرفت.
در این زمینه باید دولت پاکستان پاسخگوی این جنایت باشد و حتما برخورد لازم را با این گروه های تروریستی که داخل کشور خودش هستند داشته باشد. و از طرفی هم بنده این را اعلام میکنم که حتما بدون پاسخ نخواهد ماند این حرکت و پاسخ مناسب را نیروی انتظامی و نیروهای مسلح به اشرار و گروه های تروریستی خواهند داد. خب بخش دوم گزارش معروف مناظره امروز نامزدها آماده شده که تقدیم حضورتون میکنیم. قرعه پنجم هم به نام اسحاق جهانگیری افتاد. سوال: برنامه شما برای کاهش بوروکراسی اداری و افزایش کارآمدی نظام اداری چیست؟ کارهایی که باید برای رضایت ارباب رجوع انجام بگیره این هست که باید شفافیت خیلی جدی وجود داشته باشه. بعد از دولت الکترونیک نظارت جدی هست که باید بر کل فرآیندهایی که در دستگاه ها وجود داره نظارت بشه. اما پاسخهای پنج نامزد دیگر به این موضوع: اگر این نوع ارتباطات سازمانی و اداری رو مردم در جریان قرار بگیرن، اصحاب رسانه در اختیار قرار بگیرن، این در سالم سازی و تضمین سلامت نظام اداری بسیار مهمه. چرا باید کارمندان و مدیران دولت بتوانند به امکانات نجوبی دست یابند و اعتماد عمومی را نسبت به دولت کاهش دهند و بعد برای آنها توجیه قانونی هم درست بشود؟ ببینید، واقعیت این است که در مجموعه دستگاه های دولتی هم خدمتگزاری هست هم واقعا سرگردانی مراجعین. با سیستم های الکترونیک هم واقعا مسئله حل نمیشه. باید مردم اعتماد کنن به طور کامل به دولت، دولت کاملا اعتماد داشته باشه به مردم. و یکی از کارهایی که برخی از رسانه ها متاسفانه انجام میدن روزانه مسئله تضعیف سرمایه اجتماعی در کشور. دولت محترم حدود 2 ماه قبل ابلاغ کرد که واگذاری کار به مردم را حق نداریم بکنیم. چه مردمی کردنیه؟ خیلی متشکرم. شما واقعا این رو دقت کنید که واقعا با صداقت ما معتقدیم اشکال اساسی دولت شما اینه که مجموعه برنامه‌هاتون و اقداماتتون یا همیشه میگید نمیشه، سرمایه نمیاد، اون کار نمیشه، و بعد هم واقعا دفاع میکنید از کسانی که جز او 4% هستند. همین وامی که شما میگید مردم قضاوت کنن. سپس نوبت به جنبندی آقای جهانگیری رسید. البته این نامزد ریاست جمهوری هم گریزی به حاشیه ها زد. ما باید بدونیم که با مسائل اجتماعی، با فرهنگ مردم باید برخوردامون برخوردهای علمی باشه. در ارتباط با مطالبی که گفته شد، اولا اینکه حالا آقای قالیباف فرمودن که چرا کاندیدا شدین، این اصلا من نمیدونم شما این حق از کجا بره. خودتون قائلین که راجع به بنده ای که سابقه کاریم حتما از شما بیشتر و مهمتره. من حتما به صورت طبیعی وقتی که از دهستان شروع کردم، شهرستان بودم، استان بودم، استاندار بودم، وزیر بودم، معاون اول هستم، طبیعی است که باید کاندید ریاست جمهوری اگه بخوام دنبال مسئولیت جدیدی باشم فکر میکنم باید خودم در معرض نظر مردم قرار بدم. چرا شما اینقدر براشفتین؟ شما به دوستانتون در جریان شما حالا ما از اینجا ناراحتیم که یک کسی که خانواده شهید است، مدیر است، دستاویز سیاسی، حالا منم که این لحظه نگفتم خانواده شهید هستم یا نیستم. حالا اونو من انشالله به جای خودش اگه لازم شد میگم که من چقدر ارزشی هستم، دیگرانی که ادعای ارزشی دارن چه کارهای ارزشی کردن. محمد باقر قالیباف ششمین نامزدی بود که پشت تریبون اصلی برای پاسخ به سوالی درباره راهکار حل چالش های زیست محیطی قرار گرفت. حالا میگیم از حقوق شهروندی حرف میزنیم، میگیم حقوقشون رو بدیم. بابا اولین حق مردم هواست، ما هوا رو ازش گرفتیم با بی تدبیری، بعد میگیم عذرخواهی هم میکنیم. شما نگاه کنید در همین آلودگی هوا در کلان شهرها، در همین تهران ما گفتیم این موضوع قابل حله. در ابتدای دولت گفتیم، طرح دادیم، آقای جهانگیری جلسه گذاشتن، من خدمتشون رفتم، آمدن طرح ما رو قبول کردن، ولی گفتن خودمون اجرا میکنیم. آقای جهانگیری بگن چیکار کردن؟ اجرا کردن. اما پاسخهای پنج نامزد دیگر به این موضوع: کارهای مهمی انجام گرفته تو این 4 سال. آقای قالیباف 12 سال شهردار تهرانه، بگه همین زباله جلو خونهای مردم جمع میکنه، چجور نتونسته بعد از 12 سال تفکیک بکنه که مردم این زبالهشون جدا جدا معلوم بشه، هر بخشش در جای خودش؟ کدوم شهر توی اشل تهران تا حالا زباله اینجوری جمع میکنن؟ ایشون فقط شهردار سازه است.
من روزی که رفتم در آستان قدس یه روزی دیدم که شرکتی است که 10% سهام آستان قدس درش هست در جنگل‌های شمال داره فعالیت میکنه. خودم به ریاست محترم سازمان محیط زیست گفتم آقا شما از امروز که من آمدم تو آستان قدس تمام فعالیت این شرکت رو به خاطر اینکه بخواد بره در حوزه جنگل کار بکنه قطع کنید. چرا بیابانزایی رو به افزایش رفته است و چگونه میشود این مشکل را حل کرد؟ از نظر زمانی کار کوتاه مدت است یا کار بلند مدت؟ اولین و مهمترین کار در کشور مسئله احیای محیط زیست، حفظ ایران همراه با اصلاح مسئله کشاورزی است که هر دو به هم دیگه امروز کاملا پیوند داره. در تهران کی هوا را از مردم گرفته؟ ایشون مرتب میخواد جامعه فقیر و غنی درست کنه، 4%، 96%. خب این برج‌های بزرگ رو شما مجوزش رو به اون 4% میدید. حالا من که معتقد به این 4% 96% نیستم، اما شما که مرتب این شعار رو میدید 4%، شما این برج‌های بلند به کی مجوز دادی؟ آقای قالیباف و جمع‌بندی نهایی در مرحله نخست مناظره پیش از جمع‌بندی. ما در این دوره بیش از 20,000 هکتار جنگلکاری در اطراف تهران کردیم و امروز رسیدیم به 39,000 هکتار. با 11,000 هکتار دیگه کل تهران کمربندیش اجرا میشه. اگر بحث بلند مرتبه سازی رو شما میگین، این قانون دولت 4% هست. وزارت راه و شهرسازی شما و وزارت راه شما شورا عالی شهرسازی تصویب بکنه، میشه حق مردم میان از شهرداری مطالبه میکنن. ما کار اداریش انجام میدیم. قرعه پنجم هم به نام اسحاق جهانگیری افتاد. سوال: برنامه شما برای کاهش بوروکراسی اداری و افزایش کارآمدی نظام اداری چیست؟ کارهایی که باید برای رضایت ارباب رجوع انجام بگیره این هست که باید شفافیت خیلی جدی وجود داشته باشه. بعد از دولت الکترونیک نظارت جدی هست که باید بر کل فرآیندهایی که در دستگاه‌ها وجود داره نظارت بشه. اما پاسخهای پنج نامزد دیگر به این موضوع: اگر این نوع ارتباطات سازمانی و اداری رو مردم در جریان قرار بگیرن، اصحاب رسانه در اختیار قرار بگیرن، این در سالم سازی و تضمین سلامت نظام اداری بسیار مهمه. چرا باید کارمندان و مدیران از دولت بتوانند به امکانات نجوبی دست یابند و اعتماد عمومی را نسبت به دولت کاهش دهند و بعد برای آنها توجیه قانونی هم درست بشود؟ ببینید، واقعیت این است که در مجموعه دستگاه های دولتی هم خدمتگزاری هست هم واقعا سرگردانی مراجعین. با سیستم های الکترونیک هم واقعا مسئله حل نمیشه. باید مردم اعتماد کنن به طور کامل به دولت، دولت کاملا اعتماد داشته باشه به مردم. و یکی از کارهایی که برخی از رسانه ها متاسفانه انجام میدن روزانه مسئله تضعیف سرمایه اجتماعی در کشوره. دولت محترم حدود 2 ماه قبل ابلاغ کرد که واگذاری کار به مردم را حق نداریم بکنیم. چه مردمی کردنیه؟ خیلی متشکرم. شما واقعا این رو دقت کنید که واقعا با صداقت. ما معتقدیم اشکال اساسی دولت شما اینه که مجموعه برنامه‌هاتون و اقداماتتون یا همیشه میگید نمیشه، سرمایه نمیاد، اون کار نمیشه، و بعد هم واقعا دفاع میکنید از کسانی که جز او 4% هستند. همین وامی که شما میگید مردم قضاوت کنن. سپس نوبت به جمع‌بندی آقای جهانگیری رسید. البته این نامزد ریاست جمهوری هم گریزی به حاشیه ها زد. ما باید بدونیم که با مسائل اجتماعی، با فرهنگ مردم باید برخوردامون برخوردهای علمی باشه. در ارتباط با مطالبی اینجا گفته شد، اولا اینکه حالا آقای قالیباف فرمودن که چرا کاندیدا شدین، این اصلا من نمیدونم شما این حق از کجا بره. خودتون قائلین که راجع به بنده ای که سابقه کاریم حتما از شما بیشتر و مهمتره. من حتما به صورت طبیعی وقتی که از دهستان شروع کردم، شهرستان بودم، استان بودم، استاندار بودم، وزیر بودم، معاون اول هستم، طبیعی است که باید کاندید ریاست جمهوری اگه بخوام دنبال مسئولیت جدیدی باشم فکر میکنم باید خودم در معرض
نظر مردم قرار بدم. چرا شما اینقدر براشفتین؟ شما به دوستانتون در جریان شما حالا ما از اینجا ناراحتیم که یک کسی که خانواده شهید است مدیر است دست حالا منم سیاسی لحظه نگفتم خانواده شهید هستم یا نیستم. حالا اون من انشالله به جای خودش اگه لازم شد میگم که من چقدر ارزشی هستم، دیگرانی که ادعای ارزشی دارن چه کارهای ارزشی کردن. محمد باقر قالیباف ششمین نامزدی بود که پشت تریبون اصلی برای پاسخ به سوالی درباره راهکار حل چالش‌های زیست محیطی قرار گرفت. حالا میایم از حقوق شهروندی حرف میزنیم، میگیم حقوقشون رو بدیم. بابا اولین حق مردم هواست، ما هوا رو ازش گرفتیم با بی تدبیری، بعد میگیم عذرخواهی میکنیم. شما نگاه کنید در همین آلودگی هوا در کلان شهرها، در همین تهران، ما گفتیم این موضوع قابل حله. در ابتدای دولت گفتیم، طرح دادیم، آقای جهانگیری جلسه گذاشتن، من خدمتشون رفتم، آمدن طرح ما رو قبول کردن، ولی گفتن خودمون اجرا میکنیم. آقای جهانگیری بگن چیکار کردن اجرا کردن. اما پاسخهای پنج نامزد دیگر به این موضوع، کارهای مهمی انجام گرفته تو این 4 سال. آقای قالیباف 12 سال شهردار تهرانه، بگه همین زباله جلو خونهای مردم جمع میکنه، چجور نتونسته بعد از 12 سال تفکیک بکنه که مردم این زبالهشون جدا جدا معلوم بشه، هر بخشش در جای خودش. کدوم شهر توی اشل تهران تا حالا زباله اینجوری جمع میکنن؟ ایشون فقط شهردار سازه است. من روزی که رفتم در آستان قدس، یه روزی دیدم که شرکتی است که 10% سهام آستان قدس درش هست، در جنگل شمال داره فعالیت میکنه. خودم به ریاست محترم سازمان محیط زیست گفتم آقا شما از امروز که من آمدم تو آستان قدس تمام فعالیت این شرکت رو به خاطر اینکه بخواد بره در حوزه جنگل کار بکنه قطع کنید. چرا بیابانزایی رو به افزایش رفته است و چگونه می شود این مشکل را حل کرد؟ از نظر زمانی کار کوتاه مدت است یا کار بلند مدت؟ اولین و مهمترین کار در کشور مسئله احیای محیط زیست، حفظ ایران همراه با اصلاح مسئله کشاورزی است که هر دو به هم دیگه امروز کاملا پیوند داره. در تهران کی هوا را از مردم گرفته؟ ایشون مرتب میخواد جامعه فقیر و غنی درست کنه، 4%، 96%. خب این برج‌های بزرگ رو شما مجوزش رو به اون 4% میدید. حالا من که معتقد به این 4% 96% نیستم، اما شما که مرتب این شعار رو میدید 4%، شما این برج‌های بلند به کی مجوز دادی؟ آقای قالیباف و جمع‌بندی نهایی در مرحله نخست مناظره پیش از جمع‌بندی. ما در این دوره بیش از 20,000 هکتار جنگلکاری در اطراف تهران کردیم و امروز رسیدیم به 39,000 هکتار. با 11,000 هکتار دیگه کل تهران کمربندیش اجرا میشه. اگر بحث بلند مرتبه سازی رو شما میگین، این قانون دولت 4% است. وزارت راه و شهرسازی شما و وزارت راه شما شورای عالی شهرسازی تصویب بکنه، میشه حق مردم میان از شهرداری مطالبه میکنن. ما کار اداریش انجام میدیم. نخستین مناظره نامزد